امروز میخوام در مورد یکی از بزرگترین و سودآورترین فرانچایز بازی‌های رایانه‌ای صحبت کنم. گیمی که هممون میشناسیمش، قطعاً هممونم حداقل یک بار شده امتحانش کنیم. باش. Call of Duty. Call of Duty. دودی نه، دوتی. ندای وظیفه. Call of Duty که تا الان نسخه‌های متعددی ازش ساخته شده، قراره که ما رتبه بندی بکنیم از بدترین تا بهترین. پس تا آخر ویدیو همراه من باش تا ببینیم بهترین کال آف دیوتی تاریخ کدومه. تابلوه نه؟ ایمورتالز هکتوریز هیر، خوش اومدید به یه ویدئوی جدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی و رتبه بندی کال آف دیوتی ها، لطفاً سابسکرایب یادتون نره، ویدئو رو لایک کنید، رتبه بندی خودتون رو از کال آف دیوتی هایی که از بدترین تا بهترین رو تو کامنت ها بنویسید و با رتبه بندی من مقایسهشون بکنید. حالا بریم سراغ بدترین کال آف دیوتی که تو عمرم بازی کردم. کال آف دیوتی ونگارد، یک مزخرف به تمام معنا. بازی رو خریدم، بازی رو فروختم، فاصله بین این دوتا یک هفته شد. استوری مود پشه بود، نمرد. استوری مود از یاد رونده، شکم حالت رونده وقتی بازی رو انجام میدی. البته مولتی پلیر اصلا جذاب نیست. گان پلی، گان های بازی چیز جدیدی نداره. اتچمنت ها چیه؟ 10 تا اتچمنت رو میتونی رو هم با هم سوار اسلحه کنی. بالانس نیست. مپ ها هیچ کدوم خاطر انگیز نخواهند شد. فروش بازی هم که مشخصه. کال آف دیوتی بعدی، کال آف دیوتی ادوانس وارفیر. خب مگه مجبوری جت پک بذاری؟ حالا تایتان فار یه غلطی کرد، خوب غلطی هم کرد، بی‌نظیر این بازی. دلیل نمیشه که توی کال آف دیوتی بیای فرانچایز تو نسبت به تایتان فایل ورداری تغییرات توش بدی. جت پک بسیار خوش، پرش ها افتضاح، میپری اینجا میای پایین. اسلحه ها مثلا آینده محورن، یه مقدار اتچمنت ها برای من جذابیت داشته شد. خدا وکی سرور ها بسیار بد. کلا میشه روی قسمت داستانی یه مقدار مانوف داد، اونم به خاطر حضور کوین اسپیسی. کال آف دیوتی بعدی کال آف دیوتی بلک اوپس کولد واره. یه کال آف دیوتی بین نسلی، بین نسل 8 و 9. گام پلی بازی افتضاح به نسبت مودرن وارفیر 2019 که قبل از اون بازی منتشر شده. بخش زامبی بدک نیست، ولی تکرار مکررات. استوری مود جای حرف داشتش، ولی بازم چیز جدیدی برای رو کردن نداشت. مولتی پلیر اسهاله به تمام معنا، هیچ چیزش سر جای خودش نبود. اصلا کال آف دیوتی رو برای مولتی پلیر میخرن دیگه، برای استوری مود کسی نمیگیره که. استوری مود یه بخش جداست. یه اسنایپ زدن توش خوب بود که اونم ورداشتن آپدیت دادن، گن زدن توش رفت به کار. کال آف بعدی کال آف دیوتی اینفینیت وارفره، یه کال آف دیوتی فضایی آینده محور که با بازی کیت هرینگتون یا همون جان اسنو تو گیم آف ترونز The Winter's Coming که بخش داستانیشو مثلا جذاب بکنن. کم نبود و مولتی پلیرش که افتضاح، یعنی هر کس این بازی رو می‌خرید بیشتر به خاطر باندل لگاسی ادیشنش بود که کال آف دیوتی 4 ریمستر رو چپونده بودن توش. شما نمیتونستی کال آف دیوتی 4 ریمستر رو جدا تهیه بکنی، حتما باید همراه اینفینیت وارفر می‌خرید که لگاسی ادیشنش 70 دلار بود. این کال آف دیوتی مولتی پلیرش بازم جت پک داشت، چون بعد از بلک اوپس 3 اومده بود و فکر میکرد که میتونه موفق باشه، ولی مپ‌های بازی یکی از یکی چرت‌تر، بعضی‌هاشون هم کپی از مپ‌های پرطرفدار بود که بازم خرابش کرده بود. کال آف دیوتی بعدی بلک اوپس 4 بود. توی بلک اوپس 4 دیگه خود سازنده‌های بازی هم فهمیده بودن که آقا کسی به خاطر کمپین کال آف دیوتی رو نمیخره، همه به خاطر مولتی پلیر میان سراغ کال آف دیوتی. کلا برداشتن کمپین رو حذف کردن،
رفتن سراغ مولتی. مولتی بازی یه جورایی میشه گفت تکرار بلک اپس 3 بود، حتی هیروهاش هم یا همون اسپیشالیست هم دقیقاً همونایی بودن که توی بلک اپس 3 بودن. تنها مزیت کال آف دیوتی بلک اپس 4 مود بلک اوت بود که بتل رویال به کال آف دیوتی آورد و یه جورایی تاتی تاتی کرد برای حضور وارزون، که وارزون مثل اسب چارنل دوی. کال آف دیوتی بعدی کال آف دیوتی ورلد وار 2، بازم یه بازیگر معروف توی بخش داستانی آورده بودن و جنگ جهانی رو دوباره غالب کردن به ما. آقا بس دیگه، خسته شدیم با این جنگ جهانی. استوری مود هیچ بخش خاطره انگیزی برای ما نداشتش، کاملا از یادتون میره. بازی رو تموم کنید هیچی از استوری مود بازی تو ذهنتون نمونه. همین الان تو کامنت ها بنویسید یه بخشی که به یادتون مونده از ورلد وار 2 رو تو کامنت ها بنویسید، من جایزه میدم. مولتی پلیر هم چنگی به دل نمیزد، با اینکه من زیاد بازی کردم، اونم فقط به خاطر اینکه با دوستا و رفقا داشتیم بازی میکردیم، ولی آنچنان جذابیت خاصی برای من نداشت. کال آف دیوتی گوست، داستان گوست خیلی برای ما جذاب بود که ببینیم بکستوری گوست چی بوده، ولی خب نه اونجوری که دلمون میخواست. اما باز بالاخره بخش داستانیش یه 4 تا قسمت خاطره انگیز برامون داشت، مخصوصا اون قسمت هایی که شما به عنوان سگ جرمن شفرد گوست باید ماموریت انجام میده. این کال آف دیوتی که اولین کال آف دیوتی بین نسلیه، نسل 7 و نسل 8 بود، که اومدن یه سری تغییرات بدن که ببینید ما تغییرات دادیم، منوها رو تغییر دادن، مثلا اسکوربورد رو عوض کردن، خیلی تغییرات شاخص و اصلا عجیب غریبی بود، ولی باز کال آف دیوتی بدی نبود، میشه بازی کرد، میشه لذت برد ازش. کال آف دیوتی بلک اوپس 1 بخش داستانیش میشه گفت بهترین بخش داستانی سری کال آف دیوتی به گفته خیلی هست. آهنگ توموخی منوی مولتی پلیر نیست، ما نتمون خیلی خفن بود و سری میرفت تو بازی، ما اصلا آهنگو نمیشنیدیم که با اون صورت اصلا در حد دده تموم میشه. فکر کن سوراخ میشدیم با این آهنگ تو منو. خب چرا موزیکو قطع نکرد؟ مولتی پلیر بازی بد نبود، خوب بود، انصافا خوب بود. خیلی به RCXD بازی مینازیدن که کلستری که جدید بود، یه ماشین کنترلی که میترکید. خیلی اصلا کلستریکش فوق‌العاده بود. نیم ساعت فقط با گاز و گوز میدادی برسی زیر یه نفر، زیر کونش بترکه، حالا اگر میمرد یا نمیمرد. کال آف دیوتی بعدی کال آف دیوتی ورلد ات وار، بهترین کال آف دیوتی توی جنگ جهانی رو میشه گفت کال آف دیوتی ورلد ات وار. بخش داستانی جذاب بود، بخش مولتی پلیر یه انقلابی توی بخش مولتی پلیر کال آف دیوتی توی این شماره ایجاد کرد که اونم زامبی بود. بخش زامبی فوق‌العاده جذاب بود، 4 نفره شما باید مراحل رو که ویو بندی بود و هر سری که مرحله جلوتر میرفت تعداد زامبی ها بیشتر و بیشتر میشد. بخش مولتی پلیر هم یه مقدار اسلو بود، یعنی کند پیش میرفت، اون سرعتی که همیشه ما از کال آف دیوتی دیده بودیم و نداشتش، اما بد نبود، خوب بود، میتونستی به دفعات زیاد بخش مولتی رو تجربه بکنی، مخصوصا اسلحه های بازی مثل MP40 یا همون آلمانی و چیکی خیلی اسلحه خوب و قوی بود. بریم سراغ کال آف دیوتی مودرن وارفیر 3، جایی که تیم اصلی سازنده کال آف دیوتی از اینفینیتی وار جدا شدن و کال آف دیوتی مودرن وارفیر 3 رو دادن دست استودیوی اسلج همر که ادامه کال آف دیوتی مودرن وارفیر 2 رو بسازن. انصافا هم خوب کار کرد، بخش داستانیش خیلی جذاب بود و مپ های مولتی پلیرش هم خوب کار شده، مخصوصا مثلا اون مپی که تو فرانسه بود خیلی من دوستش داشتم. اسلحه های بازی تقریبا میشه گفت اسلحه های همون مودرن وارفیر 2 بود، یه مقدار تغییرات ظاهری، ساند افکت های بهتر و کلستریکات میشه گفت همونا بودن. در کل اسلج همر بازی خوبی از آب در آورده بود. کال آف دیوتی بلک اوپس 2، داستان میسن توی آینده. بخش داستانی چیز خاصی نداشت، مثل بقیه بخش داستانی کال آف دیوتی یه نقطه شروعی داشت، یه نقطه پایانی دیگه. حالا این بار تو آینده اتفاق میافتاد، بدک نبود. اما بخش مولتی خیلی خوب بود، اسلحه ها همگی بالانس بود، کیل استریک ها همگی اوکی و خوب بودن، هر اسلحه در حد خودش خوب بود و یه اسلحه برتری نداشت نسبت به اون که زخمت کنه. در کل میشه گفت که کال آف دیوتی بلک اوپس 2 کال آف دیوتی خوبی بود. کال آف دیوتی بلک اوپس 3،
یکی از خوش ساخت‌ترین کال آف دیوتی های تاریخ تو بخش مولتی پلیر. یعنی همین الانم هم برید مولتیشو بازی بکنید براتون جذابیت داره. آوردن اسپیشالیستا توی بخش مولتی پلیر که خیلی جذابیت ایجاد می‌کرد. بهینه‌سازی جت پکی که توی بازی بود بعد ادوانس وارفر که خیلی‌ها فکر کردن آوردن جت پک کار اشتباهی بود تو کال آف دیوتی، تو بلک اپس 3 ثابت کردن که میتونن با والران و داشتن جت پک یه کال آف دیوتی خیلی خوب بسازن. درسته اسکی تایتان فاله، ولی میتونست خودش ثابت کنه توی این مکانیک بازی. مولتی پلیر زیبا، مپ ها فوق العاده خوش ساخت و قشنگ. مپ هانتد که فیوریت من بود و مپ کمباین که فیوریت خیلی ها بود، مخصوصا اوایل که آپدیت نیده بودن هی مپ قبلی رو میدادن هی رای میدادن به کمباین، یهو میدیدی 20 دست دارید کمباین بازی میکنید بس دیگه. اسلحه های بازی هم اسلحه های جذابی داشتش. فیوریت های من XR2 بود و منوار. گرافیک بازی فوق‌العاده چشم نواز بود، یعنی حتی الان بعد از چند سال از عمر کال آف دیوتی بلک اوپس 3 میگذره شما برید تو بازی اصلا تو ذوقتون نمیزنه. اسپیشالیستا متنوع و خلاقانه ساخته شده بودن، از اون جلیز ویلیز برقیه بگیر تا اونی که اینجور پارت میکوبید زمین هرکی دور و برش بود ان میشد. بخش داستانی چیز خاصی نداشت چون تمرکز خودشون رو گذاشته بودن برای بخش مولتی پلیر، که انصافاً هم دستشون درد نکنه، من که راضیه. کال آف دیوتی بعدی کال آف دیوتی مودرن وارفیر ریبوت یا 2019. این کال آف دیوتی با تغییرات انقلابی اومد. اولیش گام پلی بازی بود، کلا گیم پلی رو از بیخ کوبیده بودن، نو ساخته بودن. یه سری چیزا رو از رینبو برداشته بودن، یه سری چیزا رو از بتلفیلد برداشته بودن و چیزای خوب کال آف دیوتی هم اضافه کرده بودن و اینا کمباین شده بود، یه گیم پلی خوب از کال آف دیوتی شاهد بودیم. بخش داستانی با بازگشت کاپتان پرایس با یه قیافه دیگه که خیلی جذاب نبود، بیشتر شبیه کمدیه تا یه آدم کاریزماتیک مثل کاریزماتات کاپتان پرایس تات. کاپتان قیمت اون کاپتان قیمتی باید باشه که توی مودرن وارفیرهای قبلی بود. این چه کاپتان قیمتی؟ داستانی کلن یه مقدار کوتاهه که میشه بازی کرد، اوکیه، میتونید بازی کنید، بخشای جذابم داره، ولی مولتی پلیر بازی به نظر من خیلی خوبه و زادگاه وارزون به حساب میاد که همین الان تقریبا 3 میلیارد دلار سوداوری داشته وارزون کال آف دیوتی. پشماتون ریخ جمعش کنید، جارو رو بردارید. کال آف دیوتی 4 مودرن وارفیر نگم براتون، انقلاب به معنای واقعی تو کال آف دیوتی 4 مودرن وارفیر رخ داد. اینجا بود که نقطه عطف فرانچایز کال آف دیوتی شکل گرفت و چیزی که الان از کال آف دیوتی میشناسیم رو مدیون کال آف دیوتی 4 هستیم. جرأت تیم اصلی سازنده آقای وینسی زامپلا و جیسون وست برای خروج از موضوع جنگ جهانی و وارد شدن به جنگ‌های مدرن. کار این تیم مثال زدنی بود. جنگ‌های مدرن رو به زیبایی هرچه تمام‌تر در آورده بودن. فقط کافیه یکی از مراحل بازی که فوق‌العاده خاطر انگیزه، شما باید به صورت مخفیانه وارد فسیلیتی دشمن بشی که کاپتان پرایس جوان داره کنار کاپتان مکمیلان با تجربه حرکت میکنه برای ترور زاخارف. حالا بریم سراغ مولتی پلیر بازی. طراحی اسلحه ها فوق العاده، کاستومایز اسلحه ها عالی. کیل استریک به بازی اضافه شده بود و کیل استریکش هم یه چیز سیمپلی بود، یو ای وی ار استریک هلیکوپتر 357. مپ های بازی، همه مپ های بازی به ما یاد مانده، از مپ تصادف گرفته کرش، مپ اوورگراند که فیوریت منه و مپ شیپمنت که زخم کننده قلب ها. تمام کال آف دیوتی هایی که بعد از کال آف 4 اومدن یه شیپمنت دادن درمون، که اکثر اینا جالبیش اینجاست توی وارزون مپ وردانس بود. و میرسیم به شماره 1 خودمون، کال آف دیوتی مودرن وارفیر 2. آقا هرچی بگم از این بازی کم گفتم. بخش داستانی فوق العاده، فقط کافی مرحله کلیف هنگر رو به یاد بیارید. چند بار این ماموریت رو بازی کنیم ولی خسته نمیشه. از خیانت شفرد بهتون بگم که قاتل گوست بود و اشک خیلی همونو در آورد. گوست اکشن جذاب بازی، مولتی پلیر باقلوا، یکی از مولتی پلیرهای فوق العاده خوش ساخت سری کال آف دیوتی
که هنوزم که هنوزه توی کلوپا دارن بازی میکنن. تنها ایرادی که میشه به این کال آف دیوتی گرفت گذاشتن اسلحه های شاتگان توی سکندری ویپن ها بود. دهن ما رو صاف کردن با این دلوله یه جا نشستن. تنها آپدیتی که برای این بازی اومد 4 مگ بود که اونم مدل 87 یعنی شاتگان مدل 87 رو نرفش کردن، چون از این ور خیابون میزدی اون ور خیابون میمرد. سیستم کاستومایز کیل استریک به بازی اضافه شده بود. شما 15 تا کیل استریک داشتی که میتونستی 3 تاشو انتخاب بکنی، از پردیتور میسل گرفته هریر، پیولو، چاپرگانر، AC-130، EMP، استلس بامبر و تاکتیکال نوک. شما تیمتون عقبم باشه تاکتیکال نوک بزنی برنده، که البته پاره میشدی تا برسی به تاکتیکال نوک چون 25 کیل استریک نیاز داشت. خب این بود از لیست ما. الان میپرسید که چرا کال آف دیوتی 3 و کال آف دیوتی 2 و کال آف دیوتی کلاسیک توی لیست ما نبودن؟ چون خیلی قدیمیان، اکثر ماها این نسخه ها رو شاید بازی نکرده باشیم. من سعی کردم توی لیستم 15 تا کال آف دیوتی که بیشتر ماها بازی کردیم رو قرار بدم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. بدترین کال آف دیوتی تا بهترین کال آف دیوتی و لیستش رو برای من تو کامنت ها بنویسید. یادتون نره اول به فکر خودتون باشید، فقط به فکر خودتون نباشید. تا ویدیوهای بعدی، یا حق.